الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سلام بر حسین سلام بر فرزندان حسین و سلام بر یاران حسین عرض سلام و ادب حضور همراهان گرامی که از طریق فضای مجازی به ما پیوستم و همچنین عرض سلام و خوش آمدگویی حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر ارفانی که استاد بنده هم هستن افتخار برم به شاگردیش محرم دیگر آمد اگرچه متفاوت از سالهای قبل اما شاید همین تفاوت فرصتی بود برای بهتر و بیشتر اندیشیدن فرصتی برای اینکه از خود سوال کنیم آموزه های قیام سالار شهیدان تا چه اندازه تونسته ما رو با وظیفه‌مون در قبال این قیام آشنا بکنه مطمئنن لازمه آگاهی از وظیفه و به دنبال اون عمل به این وظیفه در وهله اول شناخت صحیح از قیام ماهیت و هدف اون و بعد از اون گام برداشتن در راستای هدف قیام است. این تعریف همان شیعه بودن است یعنی پیرو امام بودن جا پای امام گذاشتن مطالبی که میتونه ما رو با هدف امام آشنا بکنه اینها در لابلای کتب تاریخی از جمله تاریخ طبری یا اصحاب الاشراف بلازعی یا ارشاد شیخ مفتی و امثال هم و مقتل ها یا همون سوگنامه ها و همچنین احادیث و روایات موجود هست بیرون کشیدن واقعیت این قیام از لابلای این منابع هرچند اکثر این منابع معتبر هم هستند به سه دلیل کار بسیار دشوار است دلیل اول این که تاریخ نگارش این کتب سالها بعد از این واقعه انجام شده برای مثال قدیمی ترین مقتل مکتوب مقتل ابو مخنه که حدود نیم قرن بعد از قیام عاشورا در واقع نوشته شده اگرچه اولین مقتل نانوشته رو حضرت زینب سلام الله علیه در همان روز عاشورا از ظهر عاشورا که همه یاران امام و خود امام به شهادت رسیدن تا زمانی که ایشان در کاروان اسرا از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام حرکت کردن اولین مقتل رو ایشون خودشون خلق کردن حالا خب کمتر به اون پرداخته میشه در مراسم عزاداری دلیل دومی که مشکل هست برای اینکه ما از میان این منابع واقعیت رو پیدا کنیم اختلاف نظر علما و در واقع تاریخ نگاران هست در خصوص واقعی عاشورا این دیدگاه ها و نظرات رو میتونیم ما در چهار گروه دستبندی کنیم یک گروه در واقع تفسیر سنتی و اسطوره‌ای دارند از واقعی کربلا بدین شکل که بیشتر به جنبه ملکوتی امام یا همون جنبه فوق بشری امام توجه میکنن و صاحبان این دیدگاه معتقدن که امام بر اساس آگاهی از علم و اون علم غیبی که دارن از شهید شدن خود و خانوادهشون آگاه بودن و با این فرض قدم در این راه گذاشتن یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم بر اساس این طرز تفکر واقعه عاشورا یک پروژه از پیش تعیین شده بوده و به
احادیث و روایات هم در واقع استناد میکنن برای اثبات این طرز تفکرشون. علامه مجلسی و شیخ عباس قمی از این دسته هستن. دومین تفسیر، تفسیر عقلانی هست از جریان کربلا. کسایی که در واقع طرفدار این نوع دید هستن یا این نوع نگاه رو دارن به واقعه عاشورا، تمام مراحل قیام از اون ابتدا تا انتها رو در واقع بر اساس جنبه بشری امام تحلیل میکنن و تصمیمات عقلانی که امام در هر مرحله از قیام اتخاذ کردن. میتونیم بگیم آیت الله سالدی نجف آبادی در واقع در کتاب شهید جاویدشون این نوع نگاه رو به قضیه کربلا دارن. سومین نگاه و دید تفسیریست که دکتر شریعتی از واقعه کربلا دارن که ایشون تفسیرشون بر مبنای منطق شهادت به عنوان یک وسیلهی برای رسوایی ظالمین زمان در واقع استوار هست. البته مولانا هم در واقع هم تقریبا همین دیدگاه رو دارن و شهادت رو از سر عشق به خدا و میدونن و اون رو انتخاب حسین ابن علی میدونن، یعنی ایشون معتقدن که حسین ابن علی چون شهادت رو در واقع نوعی عشق به خداوند میدونن، حسین ابن علی هم این رو انتخاب کرد، شهادت رو انتخاب کرد. به همین دلیل هم هست که مردم حلب رو که پس از سالها پس از واقعه کربلا در سالگرد عاشورا به سر و سینه میکوبیدن، اونها رو سرزنش میکنه، ملامت میکنه، یه چون امام در واقع به خواستش رسیده و انتخاب کرده، دلیلی نمیبینن برای به سر و سینه زدن. و آخرین تفسیر، تفسیریست که استاد شهید دکتر مطهری دارن از قیام امام حسین. ایشون معتقد هستن که قیام امام در واقع به منظور اصلاح امور و مقابله با ظلم و ستم حاکم بوده. از چه طریقی؟ از طریق امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بازگرداندن امور به آنچه که باید باشد. خب این آنچه که باید باشد از کجا به دست میاد؟ از آموزه‌های رسول اکرم و سرچشمه اون هم قرآن هست. خب این دو دلیل برای اینکه مشکل هست رسیدن به واقعیات کربلا. و اما دلیل سوم، تحریفات عاشوراست. تحریفاتی که در زمینه عاشورا انجام شده متاسفانه انسان‌ها رو دور می‌کنه از واقعیت عاشورا. این تحریفات به خصوص در از عصر صفوی شروع شد، در واقع اوج گرفت، در عصر صفوی اوج گرفت چون بود از قبل هم بود و اولین خب وقتی که شروع شد یک عده‌ای مبارزه کردن با این تحریفات و من فکر میکنم اولین مبارز خود حضرت زینب سلام الله بود، زمانی که ایشون رو در قالب کاروان اسرا در شهرها میگردوندن، حضرت زینب سلام الله با روشنگری هایی که انجام میدادن برای مردم و خودشون رو معرفی میکردن، اون نقشه حاکمیت رو که در واقع این گروه رو به عنوان فتنه‌گر، آشوبگر، کسایی که بر علیه حاکمیت در واقع دارن خرابکاری میکنن معرفی میکردن، ولی حضرت زینب سلام الله با خطبه های ارزنده‌ای که در تمام این مسیر انجام میدادن مردم رو آگاه میکردن که ما کی هستیم، آگاه باشید، ما فتنه‌گر نیستیم، ما فرزندان رسول خدا هستیم. البته مولانا هم در قرن هفتم با ضمن سروده های مثنوی به این تحریفات اشاره دارن و علمایی هم مثل مهندس نوری، صالحی نجف آبادی، دکتر شریعتی، استاد مطهری و دیگران در آثار خودشون به این تحریفات در واقع حمله کردن و اونها رو
در واقع مخدوش اعلام کردن و اما متاسفانه با این همه تلاشی که شده ولی به طور کامل هنوز اون آثار مخرب این تحریفات که عمدتاً هم توسط یک عده افراد جاهل و نادان و کمسواد در جان و اندیشه مردم رسوخ کرده رو هنوز نتونستن کاملاً بزداره. از میان منابعی که موجود هست در خصوص قیام عاشورا و میتونه ما رو با انگیزه و هدف این قیام آشنا کنه، سخنان خود حضرت امام حسین علیه السلام هست در مقاطع مختلف زمانی. البته اگر به منابع در واقع موثق مراجعه بشه، یکی از این خطبه ها که میتونه ما رو با هدف امام آشنا بکنه خطبه ایست که به وصیت نامه هم معروفه، زمانی که امام به دلایل فشار حاکمیت مجبور شدن از مدینه به مکه هجرت بکنن، این مرحومه رو نوشتن و به برادرش محمد حنفیه سپردن و امام در بخشی از این خطبه می‌فرمایند و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر مسیرت جدی. یعنی در این خطبه امام هدفشون رو از خروج از مدینه، از همون ابتدای در واقع شروع قیام روشن میکنن. میفرماین من برای اصلاح در امت جدم از وطنم خارج شدم، تصمیم دارم امر به معروف و نهی از منکر کرده به سنت جدم عمل کنم. همونطور که ملاحظه میکنید هدف امام از قیامشون در اینجا اصلاح امور هست. حالا این اصلاح امور رو با تعریفی که از معروف و منکر آقای دکتر میفرماین ما آشنا میشیم که امام چی رو میخواستن اصلاح بکنن، ولی این رو بدونیم که امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات دینی ماست که بسیار سودمند هست، به خصوص در سطح جامعه و در چندین جای قرآن هم به این امر توجه شده. اگر اصل آزادی بیان در جوامع برقرار باشه، در پرتو این واجب الهی، یعنی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، بدون شک این جامعه از فساد و انحراف دور خواهد ماند و مسئول خواهد ماند، چرا که امر به معروف و نهی از منکر یک ابزاری است برای پایش فساد در جامعه. جالب اینجاست که برخلاف تصور عامه، امر به معروف و نهی از منکر ابزاری برای کنترل زمامداران از سوی مردم هست، ولی الان مردم این رو به عکس تصور میکنن یا عملا داره به عکس انجام میشه. خب این بر اساس فرموده امام علی علیه السلام در نامه 47 نهج البلاغه خطاب به فرزندانشون امام حسن و امام حسین علیهم السلام می‌فرمایند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، اگر ترک کنید بدان شما زمامدار شما خواهند شد، آنگاه دعا می‌کنید که خدا شر آنان را بگرداند ولی دعای شما مستجاب نمی‌شود. از آقای دکتر ارفانی تقاضا می‌کنم که بحث خودشون رو در رابطه با موضوع معروف و منکر در گفتار امام حسین علیه السلام آغاز بفرمایید. بس تشکر از شما حضرت بارگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاضرین در این برنامه، استادان و عزیزان و بزرگوارانی که ما رو همراهی میکنم. بنده هم به نوبه خود تلاش میکنم جدا و فارغ از حالت یک سخنرانی، یک گفتگوی دو طرفه رو بتونم برقرار بکنم بین خود و مخاطبان بزرگوانی که پیش روی ما از طریق ارتباط مجازی برقرار هست.
بنده تلاشم برای این هستش که این حرکتی که توسط امام حسین در یک مقطع زمانی در بستر تاریخ انجام شد رو به گونه ای مورد توجه قرار بدم که از زبان خود ایشان بیان شده باشه. در حقیقت حرکت و در نهایت شهادتی که حاصل یک حرکتی بود که ایشون انجام دادند رو به عنوان یک حماسه، به عنوان یک جریانی که حالت زایش و رویش و رشد و شکوفایی در دل خود داشت به این عنوان نگاه بکنه، به عنوان یک حرکتی که یک انسان فرهیخته در اوج آگاهی و عقلانیت و بینش نسبت به افق و ژرفای جریاناتی که بر جامعه حاکم بود این حرکت رو آغاز کرد. هرچند بسیاری از مسائل رو نمیتونستن به راحتی با مردم زمان خود در میان بگذارن و این حالتی است که همیشه تاریخ بود و هست و این از اون دردهایی است که معمولا روشن فکران، کسانی که آگاه هم، کسانی که گام‌های پیشتر و جلوتر از عوام و مردمان عادی نگاه میکنن و میبینن، این درد رو همیشه با خودشون دارن. امام اگر قرار باشه که آنچه که در زمان خودش رخ داد به عنوان یک موضوعی تحت عنوان جریان عاشورایی و جریان کربلایی بخواهی مورد بررسی قرار بدیم و یک نتیجه نسبتاً منطقی و عقلانی بگیریم، فارغ از تحریک شدن احساسات و عواطف، لازمش اینه که ما یک مقدار شرایط سیاسی، اجتماعی و اعتقادی اون جامعه رو باید در عصر معاویه، در عصر یزید مورد مطالعه قرار بدیم. اگر اونها رو ندونیم و صرفاً فقط نگاهمون به حرکت امام حسین باشه و اون مسائلی که بر ایشون و خانواده بزرگوارشون وارد شد، ما رو به اون هدفی که باید برساند نمیرساند. اون هدف چیست؟ ما شیعیان به خصوص اعتقادمون بر اینه که امامان دنبال کنندگان اهداف پیامبران به ویژه پیامبر اکرم هستند و برادران اهل سنت به جای اینکه لفظ امام و امام رو بخوام مورد توجه قرار بدن، خلیفه و خلفا بر این باوریم که امامانی داشتیم که یکی از اونها تحت عنوان امام حسین علیه السلام، خب ایشون به عنوان پیشرو و پیشگام و رائد جریان زندگی انسان‌ها بودند. پیامبران ما به ویژه پیامبر اکرم مگر جز این بود که همه هدف تعریف شدهشان از سوی خداوند متعال آگاهی بخشی به جامعه بشری بود، آگاهی بخشی و جان بخشی به انسان‌ها بود؟ برای چه؟ برای نیک دیدن، نیکو زیستن و رشد و تعالی در خور شأن یک انسان داشتن. جز این نبود. سراسر آیات قرآن رو هم مورد توجه قرار بدیم، حتی جاهای پیامبر اکرم به گونه دیگریم به جهت علاقه و ذوق و فداکاری های زیادی که میخواستن داشته باشن نسبت به برخی از امور که جریان داشت بین مردم، خداوند به شکلی پیامبر رو مورد خطاب قرار دادن که تو وکیل مردم نیستی، تو تنها و تنها باید بشیرن و نذیرن، بلا تنها آگاهی بخشی.
این مردمان هستند که در سایه دست یافتن به آگاهی های درست، آگاهی های منطقی، آگاهی های مستند، آگاهی های مبتنی بر فطرت و طینت و طبیعت پاکشون که در حقیقت اینها زبان گویای اون کتاب درون هستش، خود افراد هستند که در این صورت آزادانه مسئولند که انتخاب بکنند و بر اساس انتخاب خود زندگی کنند و بر اساس زندگی که می کنند بتوانند نواقص، کاستی ها و کمبود ها رو تشخیص بدن و در پی اصلاحش باشند. این آنچه بود که پیامبران به ویژه پیامبر اکرم جزء اهداف از پیش تعریف شده از سوی خداوند بود برایشان. پس یقینا امامان هم چیزی جز این مورد نظرشون نبود. این بحث ها که امام دنبال حکومت بود، این بحث ها که امام دنبال قدرت بود، این که دنبال ثابت کردن یک حاکم ظالم بود و از این صحبت ها، من میخوام بگم اینها رو بذاریم کنار. این بحث ها سالیان سال صورت گرفت و هر کس هم برای رسیدن به اهداف خاص خودش سعی کرد از اون استفاده کنه. همینجور که سرکار خانم بزرگوار گل محمدی اشاره فرمودن، مرحوم دو شریعتی خب یه بعدش رو بوده توجه قرار دادن به جهت چی؟ به جهت موقعیت اجتماعی که ما در اون زندگی میکرد. میطلبید برای نفع یه حکومتی بود شهادت مثلا بزرگ نمایی میشه و یا دیگر عزیزان به دلایل گوناگون. من میخوام اینو عرض بکنم که ما بیاییم اینطور نگاه بکنیم به واقعه عاشورا، به واقعه حرکت یا رخدادی که در زمان امام حسین پیش آمد. امام حسین یک انسان بود، انسانی بود مانند دیگر انسانها، زمینی، در روی زمین زندگی میکرد. از نظر آفرینش هیچ تفاوتی با دیگر انسان‌ها نداشت. خب اینا جای بحث داره. من میدونم الان این نکاتی که عرض می‌کنم میتونه مورد نقد جدی برخی از عزیزان واقع بشه. البته اگه صاحب صبر و بردباری باشند و فرصت‌هایی باشه میشه اینها رو به گفتگو نشست. امام حسین مانند دیگر انسان‌ها که خلقتشان از یک نفس واحد است، در سوره نساء میتونیم آیه رو مورد بررسی قرار بدیم، همینطور که پیامبر اکرم، همینطور که دیگر پیامبران. ما اگر بپذیریم که همه این عزیزان، این بزرگواران و دیگر انسان‌ها که آمدند و هستند و خواهند آمد، همه از من نفس واحده هستند، پس بنابراین این نفس واحده یک منبع بیکران و بی‌نهایت از قابلیت‌ها و توانایی‌هایی است که خداوند به یک موجودی به نام انسان به طور بالقوه اعطا کرده است و همه انسان‌ها از اون برخوردار هستند. امام حسین شخصیتی است که در مکتبی همچون مکتب پدر بزرگوارش علی ابن ابی طالب در سامو تونست قابلیت‌ها رو خوب رشد بده و چون قابلیت‌ها رو خوب گوش داد می‌توانست خوب ببینه، خوب تشخیص بده و یقیناً اگر امام حسین هم از این رشد که به زبان قرآنی باشه فلاح اگر برخوردار نمی‌بودند، همانند دیگر انسان‌ها می‌بودند، همون جور که برخی به هواداری از معاویه و یزید و دیگر ایادیشان برخواستند، همونطور که کوفیان به نوعی دیدگاهشان عوض شد، اینا همش به خاطر عدم تربیت کامل و شایسته و نیکوی به جای قوای وجودی است که خداوند به انسان داده است. ما باید از این جریانات این درس‌ها رو بیاموزیم که اگر امروز هم شرایط اجتماعی ما، شرایط آموزشی و تربیتی ما به گونه‌ای باشه که بستر آماده نباشه برای تک تک انسان‌ها که بتوانن این قوای وجودی خودشون رو آنگونه که باید، نه آنگونه که دیگران می‌خواهند، آنگونه که باید
که مبتنی باشه بر تعالیم آسمانی و الهی بدون تحریف و بدون دخالت دادن دیدگاه‌های شخصی و مطامع و اهداف خاص برخی از افراد، اگر این اتفاق نیفته ما کوفیان رو همیشه خواهیم داشت. امام حسین به جهت اینکه از این رشد برخوردار بودن خوب نظاره کردن به جریان حکومتی که توسط بنی امیه، بنی امیه ها که شاخصشون معاویه بود خوب نگاه میکردن و میدیدن که شخصی با شعار دین و دینداری، اسلام و اسلام مداری وارد میشه، ولی چه میکنه؟ پیمان شکنه. با امام حسین پیمان بستن دیگه، با امام حسن مذارد. یکی از مفاد پیمان با امام حسنشان این بود که پس از خود فرزند یا کسی را به عنوان جانشین نگذارند. خب این یه درس. هر موقع تاریخ هر کس بدون انتخاب مردم، بدون دخالت عالمان و عاقلان جامعه، بدون دخالت معیارهای حق بر مسند و منصبی نشست و به هیچ وجه نخواست از اون پایین بیاد یا کوتاه بیاد یا اصلاح بکند نگاه و امور رو، ممکنه نامش دیگر چیز باشه که ما نگوییم معاویه. ما برامون مطالعه تاریخ یکی از درس آموزهاش پیام هایی است که به ما میدهد. ما به شخصیت هایی که در تاریخ چه کردن چندان برای مهم نیست که بپردازیم با نام های خاص. کنیش چه بود، اسمش چه بود، القابش چه بود، به که نسبت داده می شود، اینها دردی از ما دوا نمی کنیم. افرادی بودند به نوعی عمل کردن که عمل کرده آنها مورد نقد است، مورد تأیید است یا مورد رأی است، رد است. این همون چیزیست که قرآن به ما می آموزد. قرآن آنچه را که به ما می آموزد نه نسل و نسب است، نه از چه قبیله‌ای بودن است، نه مارک و اتیکت آیت الله و دکتر و مهندس و فقیر و غنی و از چه قبیله‌ای با چه کسی ارتباط داشتن است. این دیگه کاملا روشنه برای ما. آنچه که مسلم است تقوا، خویشتنداری، عمل صالح. امام حسین چون درایت داشتن بر این ماجرا و دیدند که معاویه شخصیتی است که چنین نمی‌کند و در پی انتصاب پسر نالایق خود به عنوان یک انسان شایسته برای یک جامعه اسلامی تحت نام اسلامی است. مردم از پشت صحنه چندان آگاهی نداشتند. یکی از ابزارهای موفقیت آمیز حاکمان جور این است که در نشر فرهنگ شایسته درست و مستند را می‌بندند. به عبارت امروزی سانسور. به عبارت امروزی هر کتابی چاپ شدن نه، هر سخنرانی نه، هر نغمه سرایی نه، هر کسی حق گفتگو داشتن نه. چرا؟ چون جامعه از خواب خرگوشی بیدار شد. خب من برای اینکه فرصت محدود هست و نیتم اینه که از کلام خود امام حسین بیشتر بهره ببریم، سعی میکنم که کلام رو در این باب ببندم، محدودش بکنم. فقط این رو میخوام عرض بکنم که رخدادهایی که در تاریخ پیش میاد و اتفاق میافته یک علت یا علتی داره و اون معلولهایی که ما رو عمدتاً سرگرم میکنه نباید ما رو به خود مشغول بکنه. ما بیشتر در مراسم و مجالس عزاداری که میبینیم برپا میشه معلولها بیشتر مورد توجه قرار میگیره. برای همین هم هست که از این مراسم راه گشایی ایجاد نمیشه و
چراغی که بتوان در ظلمات جهل و خرافه راه رو پیدا کرد و به سر منزل مقصود رسید، چراغی به دست نمیاد. نمونه بارزش این است که با برگزاری یک مجلس در یک ساعت مشخص احساسات و عواطف تحریک میشه. حالا با اون حرکت هایی که برخیش حتی توهین‌آمیز به این بزرگان، برخی فساد اخلاق آور، برخی دامن زدن به جهل و غیره و غیره، پس از پایان پذیرفتن این مراسم گویا افراد دوباره برگشتن به جای اول خود، فنری بودن که کشیده شد و رها شد، رفتن سر جای اول خود. هر آن گونه که می اندیشیدند و هر آن گونه که عمل می کردند ادامه می دن. بعد هم نقل می شه که این مراسم و این یاد بوده از امامان هم که تأثیر گذاره در زندگی نیست، پس نکند که آن چرا که آنها به دنبالش بودند ناسواب و نادرست بود، یعنی علت یافته نشد. من میخوام اینو عرض بکنم که با توجه به اون چی که مورد توجه و نظر شخص بنده هست که بتونم گوشه ای از اون رو به صورت فهرستوار تقدیمتون بکنم، یک سخنرانی است از امام در عصر پایانی حکومت معاویه در منا، خطبه‌ای دارن، سخنرانی دارن تحت عنوان امر معروف و نهی از منکر. چقدر زیباست که همه ما اگر می‌خوایم مفهوم امر معروف و نهی از منکر رو بدانیم، از سخن همین بزرگواری که به عنوان اسوه، به عنوان کشتی نجات، به عنوان رائد و راهبر نجات بخش می‌بینیم و می‌دونیم، چرا از این سخن استفاده نمی‌کنیم؟ چرا بر سر منبرها، بر سخنرانی‌ها، در کلاس‌های درس یا در جمع دوستان و غیره و غیره مطرح نمی‌شه؟ حالا من گوشه‌هایشو که اشاره خواهم کرد، شما متوجه خواهی شد که چرا مطرح نمی‌شه. چون کسانی زیر سؤال میرن در این امر معروف و نهی از منکر که اسمشان هست فقیهان و علمای دین، به زبان ما مسلمان ها فقیهان، به زبان یهود رهبانان، به زبان دیگران الفاظ و واژگان خاص خودش کاری ندارم، عالمان دینی زیر سوال میرن. چرا؟ چون این عالمان دینی با توجه به آنچه که در این خطبه آمده است که عزیزانی که دنبال منبع و مرخزشان باشن میتونم به تو افرادو یکی از منابع مراجعه بکنم و در اونجا این خطبه رو داشته باشم، چون در این خطبه امام سه بُعد رو به طور جدی مورد توجه قرار میدن. یکی بی‌توجهی به فرمان و امر الهی توسط عالمان دینی. دو، دلبستگی شدید آنان به دنیا و متعلقات دنیا. و سه، سکوت نابجا و نابحق آنان در برابر بسیاری از مسائلی که توسط حاکمان جور و ناعهر صورت میگه. قدری در خصوص همین سه موضوعی دارم اندیشیدن، خود یک الگوست و خود یک درسیست بسیار زیبا برای زندگی همیشه ما انسان. این مسئله نیست که فقط به مسلمانان مربوط بشود. این نکاتی است که همه انسان‌ها نیازمند آن هستند که یک شرایط مساعد، مناسب و سالم برای زیستن داشته باشند. برای همین است که امام می‌بینیم برای بسیاری الگو می‌شوند که چه بسا مسلمان هم نبودند و نیستند. نمونهش مرحوم گاندی که خودشون
اشاره میکنن که یکی از عوامل جدی برای فروپاشی اون نظام‌های کاستی هندویسم که بیچاره کرده بود جامعه بشری رو، درسی بود که از امام حسین گرفتن. و چگونه است که اون وقت مسلمانان به ویژه شیعیان سالیان سال میخوانند، عاشقانه میسرایند، میگریند، به سر و سینه میزنند، ولی از حسین ابن علی اون درسی که باید بگیرند نمیگیرند. چیزی نیست جز این که به علت، به دلایل جدی و مستند مراجعه نمیشه. من اون چرا که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که جریان حماسی امام حسین متاسفانه که پایه و اساسش عقلانیت بود، خردورزی بود، درایت و آگاهی و شعور بود و بینش عمیق و ژرف نسبت به جریانات، اینی که عرض میکنم این درد بزرگی است که با عرض معذرت باید بگم وقتی که در کلاس های درس که حالا به طور مجازی است اون زمان که حضوری بود، در سخنرانی ها، در جمع وقتی که مطرح میشه، عموماً حتی کسانی هم که به نوعی نگاه های زیبا دارن به جریان حماسی عاشورا، این عزیزان هم به گونه ای سخن میگویند، به گونه ای میسرایند و تحلیل میکنند که بیشتر احساسات رو تحریک میکنن، نه عقل بالقوه وجودی و خفته انسانها بخواد به عقل فعال در بیاد. برای همین جامعه مسلمانی جامعه بیشتر احساسی است تا جامعه عقلانی. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی عقلانیت تعطیل بشه چیز دیگری قوت پیدا میکنه، احساسات و روابط عاطفی. وقتی روابط عاطفی تحریک شد، تهییج شد، قوت پیدا کرد، اونجا هر آنچه که بیشتر بگریاند، هر آنچه که بیشتر بسوزاند، هر آنچه که بیشتر عشق بگیرد، حالا اگر نداشته باشن هم میسازند و میسرایند و میگویند و دامن زدن به خرافات و این مقاتل و این مرثیه سرایی ها و روزخانی ها که نماد عیدیش در عصر قاجار کتاب روزت و شهدا و دیگر کتاب ها و نوشته ها که مرسوم و کسانی که در پی ارتضا و روزی بردن و روزی گرفتن و هویت بی هویت خودشون رو تحلیل کردن و تجلیل کردن، کافی است که به این مسئله دامن بزن. بنده میخوام بگم که عزیزان اگر موافق باشند، علاقه من باشند، حتما خطبه 216 نهج البلاغه رو با هم یک بار دیگه مرور کنیم. مرور کنیم که امام علی به طور جدی در این خطبه، امام علی علیه السلام نه دیگر افراد، من تاکید دارم روی این قضیه، یعنی اگر در میان همه امامان بخوام شاخص از نظر دیگه این تعابیری که و تعریفی که پیامبر اکرم دارن دیگه از ایشون و توانایی ها و قابلیت هایی که خودشون بروز دادن، امام در این خطبه چه میفرمایند؟ الگو میدن. یقینا فرزند بزرگوارشون امام حسین هم از این الگو بهره مند شدن. امام میفرمایند فلا تکفوا عن مقالت به حق. ما میخوام نظام یزیدی و نظام ظلم و جور رو با نظام الهی و آسمانی، حاکم جور با حاکم الهی رو، این دوتا رو میخوایم در همین بخش از فرمایش امام میتونیم یه قیاسی داشته باشیم. امام میفرمایند فلا تکفوا عن مقالت به حق، من رو از سخن حق خودتان بی نیاز نکن. یعنی چی؟ یعنی من نیازمندم، به مردم خطاب میکنم، نه فقط به عالمان، نه فقط به یک قشر خاص، نه فقط به یک جماعتی که در دور و اطراف او رو حلقه زده باشن، محاصره کرده باشن و تحت الامر آنها بخواهد تصمیم بگیرد و اراده به خرج بدهد و امور رو دنبال بکنند، به مردم میگوید. خب
خطبه را بخوانیم. فلا تکفو ان مقالتن به حق، من مرا از سخن حق خودتان بی نیاز نکن. او مشورتن به عقل، از مشورت عادلانه دادن. مشورت این نیست که ما بگوییم او بشنود و هر آنچه که دلش میخواهد اجرا کند. آیه 159 از آل عمران مستقیم به پیامبر اکرم خطاب میشود که با کی، با چه جماعتی مشورت کن. آیه با این شکل شروع میشد، ولو کنت فزن غلیظ القلب لم فزو من حولک، با لینت و رحمت الهی پیامبر تو با مردم گفتگو میکنی. با کدام مردم؟ مردمی که دادگوز کافر بودن. و بعد برایشان طلب عفو کن، استغفار کن، چون فرصت نیست من سریع بگذرم. بعد میرسند و شاور هم فلان. شاور یعنی یه حرکت دو طرفه، یعنی اونها بگویند گفتگو به زبان امروز. گفتگو هم این نیست که همه جمع بشید من میخوام برای شما سخنرانی کنم شما بشنوید و خداحافظ. گفت و گو، یعنی اون جماعت باید بگویند، حق اون جماعت که باید بگویند من بشنوم گوش بکنم و بعد من بگویم. خداوند نمیگوید که با مردم سخن بگو، یا فقط اونها سخن بگویند تو هم کار خودت رو بکن. و شاور هم فلان، با اونها گفتگو کن. بله خیلی وقتا با این شعارها وارد میشیم که مجلس مجلس گفتگوست، مجلس مشاوره است، ولی عملا میبینیم که روح استبداد، خودرأیی و خودبینی، روحیه ابلیسی، من برتر از دیگران، من آگاه‌تر، پس هر آنچه که من صلاح دیدم دیگران بشنوند و عمل کنند. نه درسایی است که از نهضت عاشورا میشید. امام حسین اهل منطق بود، ولی طرف مقابل اهل منطق نبود. خب امام میفرماد او مشورت به عقل، پس نیازمند مشورت هم هستم. من این بخش رو ادامه‌ش که میخوام اشاره بکنم شما قدری بیشتر با هم بیندیشید. فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقٍ عَنْ اُخْتِ، این فرمایش خود امام. فَإِنِّي لَسْتُ زیرا من در جانم در وجودم نیستم بِفَوْقٍ عَنْ اُخْتِ، بالاتر از این که خطا، یعنی منم دوچار خطا میشم. من سر یک کتابی که اخیراً به چاپ رسید تحت عنوان شالوده های مذهبی عصر صفوی، یکی از بخشایی که میگفتن سانسورش کنید همین بود. گفتم سخن امام علی است در نهج البلاغه است. میگفتن نه، این معصومیت رو زیر سوال میبره، این معصومیت امام علی رو زیر سوال نمیبره، اتفاقاً این معصومیت رو اثبات میکنه که من معصومم از خطا. به جهت چی؟ به جهت اینکه با شما گفتگو میکنم، به جهت اینکه آگاهی دارم، ارتباط دو طرفه برقراره. چون اینجا بحث جای خود داره. ولا آمنم ذالک من فعلی، و در کارم هم نمیتونم در امان باشم مگر اینکه شما اون مشورت رو داشته باشید و غیره. اما آنچه که مورد نظر هستش به صورت کدوار اشاره خواهم کرد. این خطبه‌ای که عرض کردم تحت نام خطبه یا امر معافی از منکر، این خطبه سه بخش داره. یک بخش اولیش در خصوص توصیف فضائل و ویژگی‌های امام علی علیه السلام است. این نه به این معنا که امام حسین می‌خواستن امام علی رو معرفی کنن. این با قدری دقت و تأمل اگر به این خطبه بیاندیشیم و نگاه بکنیم خواهیم دید امام حسین در حقیقت دارن با معرفی امام علی علیه السلام و تاییدیه از جمع گرفتن، ولایت الهی رو در برابر ولایت طاغوتی معرفی می‌کنن. ما چون دو ولایت داریم، حالا شاید هم بیشتر،
اینطور نیست که هر کسی ولی شد و هر کس که من ولایت دارم و من نایب هستم و هرچی هستم به حق باشه. شاخصه های مستند اون هست و اعمالش اون هست که معرف اینه. همون دو آیه که از آخر سوره آیت الکرسی رو و سوره بقره در آیت الکرسی میخونیم دقیقا به ما معرفی میکنه. یک ولایتی که خارج میکند از ظلمات به سمت نور، یک ولایتی که از نور میبرد به تاریکی. خیلی ساده. ولایتی که ما رو در نکبت و فقر و فلاکت و آلودگی و بدبختی و بیچارگی غرق میکنه، یا ولایتی که ما رو شأن انسانی ما رو روز به روز حفظ میکنه، قابلیت ها بسترش آماده میشه برای رشد، برای تولید، برای فزونی یافتن، برای فلاح یافتن. اون بخش اول خطبه میتوان این درس رو از امام حسین علیه السلام آموخت. بخش دومشون اشاره دارم به دلبستگی شدید عالمان دینی به دنیا و تعلقات مادی، که در واقع از دید امام در اینجا یکی از دلایل جان گرفتن معاویه و یزید و قوت یافتن حکومت ظالمانه همین است که کسانی که ادعا میکنند میدانند و عالمند و آگاهند که خود قابل بحثه، اینها چنان غرق در دنیا میشن، خیشتن زرندوزی، به دیگران ترک دنیا آموزی. و قسمت سوم سکوت نابجا و بی جای این عالمانه در برابر ظلم. بخش دوم خطبه اینطور شروع میشه: اعتبروا ایها الناس. پیام امام به همه مردمان هست. ناس شامل همه میشه، بحث شیعه و سنی نیست، بحث مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره نیست. نگاه چقدر نگاه باز زیبا. اعتبروا ایها الناس. خدا کنه برسیم به جایی که یکی از درس‌های زیبایی که از امام حسین می‌گیریم همینه که این حصار تنگ و ترشیده و پوسیده‌ای که هی هر روز تنگتر میشه، از ما نیستند، اینان از ما هستند، در جمع ما، در گروه ما، پس بنابراین خودی و ناخودی و غیره، امید که روزی بشه این حصار برداشته بشه، همانطور که خداوند هم در قرآنش با مخلوقات انسانیش همین گونه نگاه داشتن، همونطور که پیامبر اکرم و حتی امامان داشتن. میگوییم ولی عمل کردن با گفتن بسیار متفاوت. اعتبروا ایها الناس بما وعز الله بهی اولیاء او منس. اجازه بدید من ترجمه کنم چون فرصتم میبینم کمه. ای مردم، عبرت بگیرید از پندی که خدا به دوستدارانش از نکوهش علمای یهود داده است. عالمان یهود، عزیزان خود واقفید، عالمان باسواد بودند، عالمان آگاه بودند، عالمانی بودند که درس خوانده بودند و درس دانسته بودند. این نبود که بگیم نمیدانستند، نخوانده بودند. دانستن با باور داشتن و عمل کردن بسیار تفاوت، بسیار اختلاف هست. پس درس آموزی، عبرت آموزی. پس امام به ما درس عبرت آموزی میدن. چرا؟ چون ما قرار عبور کنیم از معبری که در او قرار داریم. ما اگر قرار باشه عبرت بگیریم، عبرت بیاموزیم، با عزاداری عبرت آموزی حاصل نمی شود. چرا؟ چون عزا در معنای خود لغت یعنی شکیبایی و صبوری جستن نسبت به آنچه که گذشت. آیا اندیشیدیم که
اصلا واژه عذاب و عزاداری از کجا برای ما مطرح شد و چرا عزاداری؟ چرا نه یاد بود، نکوداشت؟ یک جریان حماسی رخ داد، ما دست رو دست بگذاریم، بنشینیم و بر سر و صورت خود بزنیم. خروجی این چه خواهد؟ چه عبرتی می شود از این گرفت؟ بعد امام استناد می کنم به آیهی که اون آیه می فرماید چرا علمای دینی و احبار آنان را از ناسزا گفتن و حرام خوردنشان منع نمی کنند؟ من خود لغت قرآنیشو بگم، ان قول همون اسم، از سخنی که از کلامی که اسمه. اسم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مانع بشه از رسیدن به یک پاداش و نتیجه مطلوب. تو رو به اون خدایی که این آیه رو بر ما لطف کرد و نازل کرد توسط پیامبرش، ما در دوران و در طول مراسم عزاداری و مجالس چقدر واژه ها، کلمه ها گفته می شود که خود این واژه ها صدیست و درست اندیشیدن، درست نگاه کردن و دست یافتن به حقایق. شاید این تشبیه زیبایی نباشه، فقط همین رو میگم که این واژگان جز تأثیر تخدیری مثل یک مواد مخدر که شخص رو فقط به خماری ببره و خواب بکنه، چیز دیگری نخواهد. بعد میفهمند و اکلهم و سخت، و از حرام خوردنشون باز نمیدارن. امام میگویند، دارن امر معروف رو ما توصیف میکنن. سخت یه معنیش رشوه، یه معنیش حرام خوری. خب به حمدالله جامعه ما که اصلا نه بوی از رشوه، نه پیامی از رشوه، اصلا چه بسا خیلی نمیدونم مفهوم رشوه یعنی چی. چرا علما ساکتن؟ همینطور ادامه میدن، باز به یه آیه دیگری، آیه 78 از سوره مائده استناد میکنن، اشاره میکنن که خداوند فرموده است آن کسان از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند بر زبان داوود و عیسی لعنت شدند، از این رو سرکشی کردند و پیوسته تجاوز نمودند، یک دیگر را از کارهای زشت که انجام میدادند باز نمی داشتند. نه اینکه بگن اینها کار زشت کردند، باز داشتند، یعنی جلوی فساد گرفته شدن، جلوی رشوه گرفته شدن، بسته شدن، نه اینکه رشد و فزونی پیدا کردن. و به راستی آنچه که می کردن بعد اشاره می کنن چرا این علما ساکت بودن و خاموش. اشاره می کنن رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم و رغبت مذرون، به خاطر علاقه به مال بود. حالا اینا خودش مسئله است. علمای ما که الحمدلله اصلا در زهد تمام کامل به سر میبرند و اصلا هیچ به دنبال مال دنیا نیستن، اون دیگه برای همگان آشکاره. به خاطر علاقه به مال بود که از آنان دریافت می‌کردند، وجوهات می‌گرفتند لابد، و به خاطر ترسی که از تعقیب آنان به دل راه می‌دادند. می‌ترسیدند این موقعی اگر صداشون در بیاد اتیکتشون حذف بشه، می‌ترسیدند که اگر صداشون در بیاد دفترشون بسته بشه، و یا و یا و یا دیگر. من ظاهران 5 دقیقه فرصت دارم ببندم دیگه بحث رو، اگر که میخوانید میتونم. پس من با اجازتون یک فرصتی رو به من بدید بتونم. بله، پس انشاءالله بحث آقای دکتر در قسمت دوم با هم میبینیم.
چند دقیقه دیگه.